فصل چهارم. پس چون این وعده ورود به آرامش هنوز باقی است، ما باید بسیار مواظب باشیم، مبادا کسی در میان شما پیدا شود که این فرصت را از دست داده باشد. زیرا در واقع ما نیز مثل آنان مژده را شنیده ایم، اما این پیام برای آنان فایده ای نداشت، زیرا وقتی آن را شنیدن با ایمان به آن گوش ندادن. ما چون ایمان داریم به آرامش او دست میابیم. اگرچه کار خدا در موقع آفرینش جهان پایان یافت، او فرموده است در خشم خود سوگن یاد کردم، چانها هرگز به آرامش من داخل نخواهند شد. زیرا کتاب مقدس در جایی درباره روز هفتم چنین میگوید: خدا در روز هفتم از کار خود آرامش گرفت. با وجود این، خدا در آیه فوق می‌فرماید هرگز به آرامش من نخواهند رسید. پس چون هنوز عده‌ای فرصت دارند به آن وارد شوند و همچنین چون آنانی که اول بشارت را شنیدند از روی نافرمانی و بی‌ایمانی به آن وارد نشدند، خدا روز دیگری یعنی امروز را تعیین می‌کند. زیرا پس از سالیان دراز به وسیله داوود سخن گفته و با کلماتی که پیش از این نقل شد می‌فرماید: امروز اگر صدای او را بشنوید تمرد نکنید. اگر یوشع به آنان آرامی می‌بخشید، بعدها خدا درباره روز دیگری چنین سخن نمی‌گفت. بنابراین استراحت دیگری مثل استراحت روز سبت در انتظار قوم خداست. زیرا هر کس به آرامش الهی وارد شود، مثل خود خدا از کار خیش دست می کشد. پس سخت بکوشیم تا به آرامی او برسیم، مبادا کسی از ما گرفتار همان نافرمانی و بی ایمانی که قبلا نمونه ای از آن را ذکر کردیم بشود. زیرا کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دودم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می کند و نیات و اقراض دل انسان را آشکار می سازد. در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند. همه چیز در برابر چشمان او برهنه و روباز است و همه ما باید حساب خود را به او پس بدهیم. پس چون ما کاهنی به این بزرگی و عظمت داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف ایمان خود را محکم نگاه داریم. زیرا کاهن بزرگ ما کسی نیست که از همدردی با ضعف‌های ما بیخبر باشد، بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. پس بیایی تا با دلیری به تخت فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم.